توی این ویدیو میخوام بهت آموزش بدم چطوری فایل های استیل و فایل هایی که میخوای پرینت بکنی رو بدونی که توی نرم افزار باز بکنی به صورت پریویو داخل ویندوز ببینی. اگر میخوای یاد بگیری تا آخرین ویدیو با ما همراه باش. درود رفقا، حالتون چطوره؟ من محمد رضا هستم و اینجا کانال دیزاین تریکه. به کانال خودتون خیلی 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 خوش اومدید. همونطور که توی اول ویدیو هم گفتم قراره توی این ویدیو بهتون آموزش بدم چطوری فایل هاتون رو بدون باز کردن توی نرم افزارهای اسلایسر و توی محیط ویندوز ببینید. قبلا هم چند تا از دوستان از من سوال پرسیده بودن که من تصمیم گرفتم به صورت یک ویدیو کوتاه اون رو براتون آماده بکنم. از این بابت هم یک سری ویدیوهای کوتاه در قالب آموزش‌های کوتاه توی پلی لیست براتون می‌ذارم که با وجود اینکه خیلی کوتاه اما مطالب آموزشی و خیلی مفیدی توشون هست. دیگه بیشتر از این توضیح ندم که ویدیو طول نشه، بریم سراغ توضیحات. خب رفقا، فقط کافیه توی لینکی که توی دیسکریپشن براتون گذاشتم کلیک بکنید، خودش اینجا یک سری توضیحات داده، کافیه روی اینجا کلیک بکنید، گیتاب باز میشه و شما کافیه که این رو دانلود بکنید. بعد از اینکه این رو دانلود کردین کافیه که روی اوپن کلیک بکنید و روی اینستال کلیک بکنید. بعد از اینکه نصب تموم شد یک ریفرش خیلی سریع محیط ویندوزتون انجام میده و بعد از اون دیگه دست شما بازه برای دیدن فایل هاتون. خب بعد از اینکه یه ریفرش سریع شد شما کافیه که کلید کنترل رو نگه دارید، اسکرولتون رو بچرخونید و اینجا میتونید به صورت سه‌بعدی اونها رو ببینید. اگر میخواید که دور تا دور شکل و در واقع حجمتون رو هم ببینید کافیه روی این قسمت ویو کلیک بکنید و پنجره پریویوتون رو فعال بکنید. همونطور که میبینید اینجا من میتونم تمام فایل هایی که در واقع STL هست رو ببینم. خب رفقا، امیدوارم که این آموزش هم به اندازه کافی براتون کاربردی و مفید بوده باشه. نظر یادتون نره، برامون حتما کامنت بذاری، من در اولین فرصت دیگه بتونم به کامنت ها پاسخ میدم. سپاس.